روزی که بالگرد ایرانی در نبرد رو در رو در جنگ ایران و عراق هواپیمای میگ 21 عراق رو از وسط نصف کرد، تمام دنیا به قدرت نظامی ایران پی بردن. ماجرا از اونجا شروع میشه که در عملیات بلفجر 8 که در تاریخ 20 بهمن 1364 در سه محور آبادان، شلمچه و کوشک آغاز شد، مهمترین هدف تصرف شبه جزیره فاو و حرکت از بقیه محورها جنبه پشتیبانی و به اشتباه انداختن دشمن بود. بچه های هوا نیروز در این عملیات واقعا یک پشتیبانی آتش بی‌نظیر از واحدهای زمینی انجام دادند. در یکی از مأموریت‌ها یکی از بالگردها حین عملیات مورد اصابت قرار گرفته و مجبور میشه در همون شبه جزیره فاو نزدیک ساحل فرود اضطراری انجام بده. بلافاصله یک گروه فنی زبده برای راه اندازی و عملیاتی کردن کبرای سانحه دیده به منطقه اعزام میشه. عراقی ها با اطلاع از اینکه یک بالگرد در فاو سالم به زمین نشسته و نفرات فنی به روی اون مشغول کار هستن وارد عمل میشن. در اون زمان جزیره بوگیان که حدود 6 کیلومتر از فاو فاصله داشت و متعلق به کویت بود در اختیار عراق قرار داده شده. عراقی ها مأموریت از بین بردن نفرات فنی و بالگرد ما رو به یک ناوچه جنگی متعلق به نیروی دریایی ارتش بس واگذار کرده بودند. این ناوچه با لنگر انداختن در ساحل بوبیان به روی بچه های فنی آتش مستقیم گشوده بودند و ما به صورت تکفروندی لازم مأموریتی در دریاچه نمک بودیم که نفرات فنی با توجه به حمله ناوچه عراقی از ما درخواست کمک کردند. در این طرف میدان من و کمک خلبانم جناب محمد صحرایی با رسیدن به شبه جزیره فاو و مشاهده ناوچه عراقی بلافاصله در موقعیت شلیک قرار گرفته و دو تیر موشک تاو به سمت اونها شلیک کردیم که توقف تیراندازی از جانب عراقی ها را به دنبال داشت. به دنبال شلیک دومین موشک به سمت ناوچه عراقی من متوجه شدم آب سد رودخانه اروندرود که زیر پای ما بود انگار هر لحظه چند متر بالا و پایین می‌رود. به کمک خلبان گفتم محمد آب چرا اینجوری میشه؟ پس از مکسی گفت 3 تا میگ دارن به سمت ما تیراندازی میکنن. با مشاهده برخورد موفقیت آمیز دومین تاپ به هدف به سرعت گردش کرده و از اینجا تقریب و گریز 3 فروند جنگنده میگ 21 با بالگرد ما آغاز شد. من همچنان با مانورهای مختلف سعی میکردم خود رو از تیر رس میگ ها کنار بکشم و به قولی تصمیم داشتم اونقدر این کار رو تکرار کنم تا اونها خسته بشن و دست از سر ما و نفرات فنی مشغول به کار بردارن. خلبان میگ به ترتیب گردش کرده و با رسیدن به موقعیت سرعت و زاویه مناسب از پهلو که احتمال مورد اصابت قرار دادن ما بسیار بیشتر بود به بالگرد ما حمله ور شدند. این جنگنده ها که برای از بین بردن کبرای زمینگیر آمده بودند و اصلا انتظار نداشتند که ما موی دماغ اونها بشیم، در حالی که هیچ موشکی با خود حمله میکردند تا میتوانستند به خود راکت بسته بودند. این کشمکش بین ما ادامه داشت تا اینکه ناگهان متوجه شدند یکی از جنگنده های بسی گردش بسیار تندی انجام داد و شاخ به شاخ از روبرو به سمت ما شیرجه زد. کاملا مشخص بود که تا ثانیه های دیگه هرچی گلوله و راکت داره روی سر ما خالی کرد و به چشم به هم زدنی بالگرد ما رو خاکستر کرد. کمتر از چند ثانیه پیش از اینکه در موقعیت شلیک راکت قرار گیریم، من به سرعت سر مسلسل 20 میلیمتری رو به طرف جنگنده مزبور گرفته و رگباری از گلوله به سمتش شلیک کرد. صحنه شگفت انگیز رقم خورد. جنگنده عراقی از کمر نصف شد و در حالی که از لاشه گنوم شدهش آتش مهیبی زبانه می کشید از روی سر ما رد شد و خلبان نگونبخت اون حتی فرصت خروج اضطراری رو به دلیل ارتفاع کم پیدا نکرد. در همین حین دومین جنگنده عراقی هم به وسیله پدافند بچه های سپاه منهدم شد که خلبان اون خروج اضطراری کرد و به اسارت نیروهای خودی درآمد. میگ سومی با مشاهده وقایع بلافاصله صحنه رو ترک کرد و ما نیز با توجه به کمبود سوخت و اینکه شر مزاحم ها رو از سر کبرا و نفرات خودی کم کرده بودیم به پایگاه برگشتیم.